خب محصلین عزیز و گرامی، به دوام درس خود میم به مسائلی که در زیر قاعده لا ضرر و لا ضرار میاد. فقهای کرام به اساس این قاعده احکام زیادی را بنا نموده. از آن جمله اول ما این متن برتون میخوانم، باز قاعده ای مسئله را برتون تشریح میکنم. اگر زمان اجاره زمین زراعتی قبل از به ثمر رسیدن کشت و زراعت تکمیل گردید، زمین به دست مستاجر باقی میماند و اجاره به اجر مثل تا زمان ادامه مییابد که زراعت به ثمر برسد. به خاطر اینکه مستاجر به دور کردن و جمع‌آوری زراعت خود قبل از وقت متضرر نشود. ببینین، یک نفر است از کسی زمین به اجاره گرفت. وقتی که زمین را به اجاره گرفت، دو یک چیز کشت که از او باید مفاد بگیره و را جمع کنه بفروشه یا خودش استفاده کنه. 4 ماه زمین مثلا به اجاره گرفته بود، 4 ماه پوره شد، اما چیزی را که در زمین کشت کرده 1 ماه یا 1.5 ماه دیگه هم کار داره که او به ثمر برسه. اگر در همین 4 ماهی که مدت اجاره بود او را درو کنه یا جمع کنه، هیچ نوع فایده از پیش از او گرفته نمیتونه. حالی در بساس از این قاعده که لا ضرر و لا ضرار میگه که امی اجاره 1.5 ماه دیگه هم اتومات تمدید میشود و اگر به قاضی مسئله آورده شد، قاضی امی حکم رفت میکنه که باید این قاعده اجاره چی شود؟ اجاره 1.5 ماه دیگر هم تمدید شود. با کدام اندازه؟ با اجر مثل. اجر مثل یعنی مو پول 4 ماه رو تقسیم به ماها کنه، 1.5 ماه و دیگر هم پولش اضافه کنه و بده. دیگه به اساس از این فیصله این قاعده تطبیق میشه، نه به صاحب زمین ضرر وارد میشه و نه هم به کسی که زمین رو به اجاره گرفته. همین قاعده تطبیق میشه که لا ضرر و لا ضرار. این یک مسئله. مسئله دوم، متوجه بشین، با اگر شخصی جنسی را که سریعا و زود فاسد و خراب می شود به فروش رسند و مشتری قبل از آوردن سمن و تسلیم مبیع غایب گردید، خوف و ترس خراب شدن جنسی مذکور هم متصور بود، باید در این صورت می تواند بیع را بدون رضای مشتری فسخ نموده جنس را به شخص دیگر بفروشد، به خاطری که ضرر و از وای دفع شد. شما ببینید مثلا خصوصا در مورد فروش میوه‌جات و سبزیجات، صورت مسئله این قسم است که یک کسی آمد از پیش دکاندار در مارکت میوه به اندازه تقریبا یک موتر سبزی و ترکاری خرید و برش گفت که ما میرم پیسه میارم و از ما شد یک بیانم داد یا به قبول کردن و میرم ما پیسه تا میارم و خلاص اگر تسلیم میکنم. وقتی که دید این نفر رفت 1 سال 2 سال و سال به سال این چیز پژمرده شده میره، خراب شده میره و هوا گرم است. در این صورت حالی بایی ملزم است که مال مشتری رو نگاه کنه به او، اما در این جایی بینه که شاید همیش نیه و اگر بیاییم با ضرر به هر دو متوجه میشه، مال ضایع شده و در دست عزیز تنوز مال تسلیم نکرده با او. اینجا در اینجا لا ضرر و لا ضرار حکم میکنه که بدون رضایت مشتری امی مال را به کسی دیگر به فروش برسانه و خود را بیغم بکنه. لا ضرر و لا ضرار ایده ای عمل خود که بیع را فسخ کرده ولو که رضای مشتری هم نبوده، چی کار انجام داده؟ این کار انجام داده که از ضرر جلوگیری کرده. از ضرر چی کرده؟ جلوگیری کرده. مسئله سومی را که فقهای کرام در زیر ازی قاعده شامل ساختن این مسئله بوده، نقطه جیم را شما متوجه باشید. در مسئله جیم ببینین فقها میگه حبس اشخاصی که به فساد و به اخلاقی معروف هستند جایز میباشد تا زمانی که توبه آنان ظاهر شود، زیرا
آنان از احتیاط کار میگیرن، یعنی گرفتاری آنان در حالت انجام فساد ممکن میشد، خود را نگه میدارن و گاهی توسط فساد و بدکاری خود زمین را از فساد مملو میسازن، زیرا بر حل این اشخاص به شیوه قضا و از طریق آن اثبات جرایم ممکن نمیباشد، بناً علاوه که قضا مجرم نیستن ولی برای دفع ضررشان و جامعه حبس نبودنشان جایز میباشد. مردم های مفسد و فساد پیشه میبینین که مثلا گروپ ها را جرم میکنه و دزدی میکنن، گروپ ها را جرم میکنن اختطاف میکنن، گروپ ها را جرم میکنن به جامعه و به امنیت جامعه ضرر میرسونن. اینالی اگر این قسم مردم تا اینکه جرم بالایشان اثبات میشه خود را، یعنی از این طرف و طرف به اصطلاح به خود راهای را جرم میکنه، ممکن نیست که او گرفتار شو، یعنی در جرم بالفعل به می اساس وقتی که به قاضی معلوم میشه که ولی این مردم فساد پیشه هستن، کارشان می فساد است، کارشان دزدی است، کارشان اختطاف است، ولو که ایرادت مجرم جرمشان ثابت هم نشده باشه، برای قاضی معلوم برگردید او را باید بگیره و حبس کنه، ولو که در یک نوع سلب آزادی از این مجرمین است، لکن به خاطر از اینکه جامعه از شر از اینا به امان باشه، یک لادرار و لادرار در قاعده داخل میشه. ای بود ای قاعده سیوم و شرح از او و مسئله که در زیر از قاعده داخل میشه. شاید مسئله بسیار زیاد دهی داخل شده، ما شما میگه کتاب ها که میخوانیم بسیار زیاد مسئله در زیر از شامل است، لیکن ای سی مثال من حیث نمونه ما شما در اینجا خواندیم. محسلین عزیز میان به قواعد فرعی این قاعده. قاعده کلی بود که لا ضرر ولا ضرار. بقیه قواعد فرعی قواعد فروعات عزیز اولش یا الفش امیس الضرر یدفع بقدر الامکان. الضرر یدفع بقدر الامکان. طبعاً یویتون است که میم سویک نماده سویک مجلت الاحکام العدلی است. این قاعده چی میگه؟ تا حد امکان ضرر باید دفع شود و از بین برده شود. تا حد امکان باید ضرر دفع شود یا از بین برده شود. شرح قاعده ای را میرسونه، میگه که باز امو مثلا میگه که پیش از این که ضرر واقع شود باید جلوگیری شود، تا حد ممکن از او جلوگیری شود، زیرا وقایه بهتر است از علاج یا آسان‌تر است از علاج. به می اساس ای باید جلوگیری شود. باز بسیار مختصرا به دیگه بباسه یک مسئله فقهی اشاره شده که پس جهاد برای مقاومت و دفع دشمن مشروع شده. یک مسئله، چرا جهاد مشروع شده؟ که دشمن اگه به ضرر بسیار کلاه هم متوجه می شده، مگه در جهاد هم یک نوع ضرر است، لیکن این ضرر به خاطر از است که او ضرر کلاه هم به اندازه امکان دفع شد. تطبیق جزا بر مجرم از به خاطر از بین بردن جرائم مقرر شده، باید این تطبیق شده به حد امکان، به حد توان امکان باید جرائم از بین برده شد. حق شفعه، یعنی حق شفا برای خریدار، برای همسایه یا شریک ثابت شده به خاطر از اینکه از جوار خودم همسایه بد را دفع کنه، دیگه یک به اندازه ضرر از خود باید دفع کنه. این قاعده به شکلی مختصر همین قدر بود و همین توضیح و معنایش بود. محسل عزیز فر دومی قاعده لا ضرر ولا ضرار ای قاعده است با الضرر یزال. ماده بیستم، ضرر از بین برده می شود، زائل کرده می شود، یعنی ای در صورت است که ضرر که واقع شد باید از بین برده شود. مثل میگه که ضرر بعد از واقعش باید مرفوع گردد. مثلا یک مثال فقهی گفته، چون قاعده بسیار مختصر است، بعد از شرح مختصریان مستقیما به مثالش میرویم. کتاب همی قسم بیان شده.
مثلا مانند شخصی که نوای بام خود را به راه عام کشیده باشد که برای مرور کنندگان مضر واقع می شود. در این صورت لازم است از بین برده شود و اگر این عمل و حساب تلاشتن چیزی شده باشد لازم است آن را جبران نماید. یعنی اول خود کار یعنی کارش نادرست است که بر رای عمومی ناوی خود را کشته. اگر تحت هست از این آب ریختن از ناوی از یا کسافات ریختن از ناوی از اگر باشد با کسی زرش رستن تر چیزی مال کسی را طلب کرده باشد باز توان از این را باید بپردازه. ای بود فرع دومی قاعده لادر و لادرار. فرع سومی قاعده لادر و لادرار یست الضرر لا یزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله. ببینید همه قواعد فرعی تقریبا تکمیل کننده اما قاعده کلی است. الضرر لا يزال بمثله. ضرر به مثل آن از بین برده نمی شود. یعنی درست نیست که ضرر را به ضرر از بین ببریم. مثل کمو مفهوم و معنای قاعده کلی بود. زمان شرح میگه که زمانی که ضرر متوجه ملکیت حق کسی باشد برایش جایز نیست که این ضرر را از خود دفع نماید و آن را به حق یا ملکیت کسی دیگر متوجه بسازد. به این اساس ببینید در زیر از این قاعده ای قسم آمده که بناهن برای شخصی که زمینش در خطر غرق شدن است، یعنی سیل آمده و زمینش غرق میشه، جایز نیست که خطر را از زمین خود دفع نماید و به زمین همسایه آن را متوجه سازد. چنانچه جایز نیست کسی که کسی مال خود را توسط تلف نمودن مال شخص دیگر حفظ نماید و همچنان برای شخص مضطر یا مجبور جایز نیست تا این مضطر و مجبور دیگر را بخورد. و این گونه مثالا بسیار زیاد است. یعنی وقتی که مال سیل آمد همسایه زمینش غرق میشد این دیگر باید کوشش کنه که زمین خود به شکل سیل را دفع نماید که به همسایه ضرر نرسانه. چرا ضرر لا یزال بمثله. یا یک کسی خودش در حالت اضطرار قرار دارد از گرسنگی میمیره برای ازی جایز نیست که مال شخص دیگه مال شخص دیگه که خودشان در گرسنگی قرار داره او را باز بخوره یا مثال دوم این که مال خود را حفاظت میکنه لیکن توسط تلف شدنی مال دیگر را توسط تلف شدن مال دیگر را این درست نیست. میایم به قاعده چهارم از فروعات قاعده لا ضرر ولا ضرار. این قاعده چی است؟ میگه که الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. ترجمه: ضرر شدید یعنی سنگین به ضرر خفیف یعنی سبک دفع کرده می شود. ببینین شرحش قسم است. در صورتی که انسان با دو ضرر روبرو شود، یکی بسیار سخت و کلان و دیگر در مقابلش خفیف و سنگین، یا کدام ضرر را باید انتخاب کنه؟ همون ضرر خفیف و سبک را انتخاب کنه تا ضرر کلان را دفع نماید. تا ضرر کلان را چی کنه؟ دفع نماید. یعنی اینجا صورت به شکلی است که حتما باید یک ضرر را متقبل شود. ولی که یک ضرر باید متقابل شوه، کدام ضرر منطقی و معقول و از لحاظ فایده کدام ضرر باید متقابل شوه؟ از لحاظ فایده ای است که خساره کمتر را متقابل شوه از خساره بزرگتر خود را نجات بده. به می اساس یک قاعده یک مسئله فقهی است. به همین اساس خانم به خاطر ضرر و تنگدستی شوهر طلاق داده می شود. وقتی یک صورتش وقتی که می بینیم خانم بیشتر از متضرر است از اینکه برای او کدام مصارف زندگی برش نمیرسه و شوهر شلست که نمیره طلاق نمیده خواهید برش بته دیگه مصارف زندگیشم نمیتم. اینالی درست است که اینجا دو ضرر است. یک ضرری که طلاق واقع شوه خانواده از من بیر و یک ضرر دیگه ای است که ای خانم بینان میمانه و مجبور به گدایی میشه یا خدا نخواسته مجبور به خدا کارهای دیگه میشه. و میخواست برای ازی جایز است که ای ضرر سبکتر که طلاق از او متقبل شوه و از ضرر کلانتر که او ضرر متضرری دائمی است از او چیز شوه خلاص شوه. دیگه مسئله وقتی مستر برای خوردن گوشت خود مرده و مال حرام مجبور شد برایش خوردنی آن جایز است. دیگه یکی از مردن
خب بد میشه، یعنی حالت است که انسان اگر ایره نخوره میمره، لیکن مردن خود ضرر کلان است، اما خوردن گوشت خوب این ضرر خورد است، باید این ضرر خورد متقبل شوه در مقابل ضرر کلان. زمانی که نمازگزار از پوشاندن عورت یا از یافتن قبله ناتوان شد، برایش جایز است نماز را به شکلی که قادر است ادا نماید. وقتی که سطر عورت خود پوشانده میتونه، برای جایز است که به شکلی نماز بخونه با اشاره و چیز، و همچنان قادر نیست که قبله را مشخص بسازه، در این صورت برای جایز است که به اندازه عقل خود، تصور خود، فکر خود تصمیم بگیره و به من شکل طرفی که ذهنش برسید به قبله، اون طرف نماز ادا نماید. قاعده بعدی فرعی قاعده لا ضرر و لا ضرار یختار و احوان شرین، آسان ترین دو شر انتخاب و یا اختیار می شود. بسیار آسان است، تقریبا به او مشابه است به بود. این انسان وقتی که بین دو شر قرار میگیره، کدامش را باید انتخاب کنه؟ اونجا گفته بودیم سبکتر یا بگیم آسانتر، یعنی شر آسانتر را انتخاب کنه. تقریبا این با قاعده قبلی یکسان است، دیگه از شرش شاتر میشه. یک مثال فقهی آمده اونجا که خانمی که فوت من نمود، در شکمش جنین بود، بخاطر کشیدن جنین از شکمش باید عملیات جراحی شود، چرا که شر کمتر است، و اگر جنین گذاشته شد و جنین زایی شد، این شرع بزرگتر است. فرع دیگه که زیر قاعده کلی لا ضرر و لا ضرار میه، این است که اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما. اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما. ترجمه: زمانی که دو مفسده، یعنی دو فساد در تعارض واقع شود، بزرگترین آن دو در نظر گرفته می شود، برای رفع آن و مفسده سبک و خفیف عمل می شود تا مفسده بزرگ دفع گردد. ببینین این ترجمه تحت لفظی شد، شرحش میگه که یعنی زمانی که اگر امر بین دو ضرر واقع میشه، یک ضرر بسیار زیاد بزرگ است و دیگر ضرر کمی از او کده خوردتر است، و طبعا انسان در حالتی واقعی است که مجبور است که یکی از این دو ضرر را متقبل شود، یکی از این دو ضرر را باید شود متقبل شود. در این صورت باز چی لازم است؟ میگه که امو ضرر کوچکتر یا خفیفتر را متقبل می شویم تا ضرر بزرگتر دفع گردد. تا ضرر بزرگتر چی شود؟ دفع گردد. به می اساس اجمله فر مسئله فروعی فقهی از این امی است که پاره کردن شکم خانم مرده برای اخراج جنین می باشد، مگر از که در قاعده قبلی این گذاشت. به می اساس وقتی که انسان بین دو امر واقع شود که یکی آن سبکتر و دیگرش مشکلتر و سنگینتر و میان دو مجبوریت واقع شود، در این صورت باز برایش جایز است که این امر مشکل سنگینتر را دفع کند و مشکل سبکتر را قبول شود، مشکل سبکتر را قبول شود و بپذیره. محصلین عزیز، این دو مثال شما ببینید، زمانی که انسان بین دم واقع شود، یکی انسان بکتر و آسانتر از دیگرش است، مثل که مجبور و تهدید شود که خود را از بلندی 3 متر پرتاب نماید یا اینکه کشته می شود، بالایش لازم و واجب است تا خود را پرتاب نماید، زیرا احتمال نجاتش در اینجا بیشتر است و از آن ترین دو شر را انتخاب نماید. یعنی یک کسی را بگه که در بامی قرار داره که از زمین 3 متر بلندی داره، پشت میگه که یا خود از این بام بنداز و یا این تفنگچه به دست من سوره میکشم. اینا لی نفر وقتی که به دو امر تهدید میشه، به دو شر تهدید میشه، کدامش انتخاب میکنه؟ اما شر خود انداختن از 3 متر خود را پرت، احتمال از این داره که دستش یا پایش کدام جاش بشکن اما زنده بمانه، اما اگر در سر بمبانه
که تو تفنگچه میزنش و از بین میره. دیگه به این اساس اینجا احوان شرعین را انتخاب میگه و اصطلاح خف شرع را انتخاب میکنه. مثال دیگه، اگر مجبور و تهدید به این شود که خود را از جای بلند بند مناره بلند پرتاب می‌کند، این که کشته می‌شود، در این صورت اختیار دارد که خود را پرتاب می‌نماید و یا خیر، زیرا هر دو امر از لحاظ خطر یکسان هستند. در این صورت باز برش جایز است، اگر انداختم خدا هم درست است، اگر ننداختم خدا در هم درست است، صلاح به تفنگ چکش را شما مشکلی نیست و اگر ایجا خود را بیندازم 90% احتمال مرگش است. به می اساس ای هر دو هم امر برش یکسان است، هر دو امر برش یکسان است. مثال دیگه که دیگه که زیر از این قاعده میه، سکوت بر ناروا و منکر جایز از زمانی که بر انکار کردن آن ضرر بزرگتر متحقق شد. ببینین در جامعه اسلامی یکان دفعه متاسفانه که ما شما ببینیم بسیار زیاد منکرات وجود داشته می باشد. اگر بر از در از بین بردن منکر توسط دست خود توانی وظیفه ولی امر است، کسی که زورش میرسه و مسئولیت چی از او است، لیکن به طرف به توسط لسان وظیفه هر مسلمان است. شروع پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فلم یستطع فبلسانه فلم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. زمانی که به توسط لسان از بین بردن ازی ضرر یا ناروا یا منکر جایز است، اما اگر در وقتی که این کار بر لسان خود میکنه ازی یک ضرر بزرگتر مدر مرتب میشه، جان ازی در خطر واقع میشه، فساد جور میشه، مشکلات دیگه هم زیاد میشه، باز در این صورت از این دعوت خودی از این امر بالمعروف خود سکوت بکنه، و چرا که ایجا ضرر بزرگتر را دفع کرده و گرچه ضرر خوردتر را قبول کرده. ای بود ای فرعی از ای قاعده لا ضرر ولا ضرار. انشاءالله به مسئله بعدیش هم باز میپردازیم.